روزهای اخیر عکس بدون هجابی از جشن فارغ و تحصیلی دختر مقابل سردر دانشگاه تهران در خیابان انقلاب منتشر شد. عکس واکنش های زیادی برانگیخت. از یک سو با استقبال مخالفان هجاب اجباری مواجه شد و از سوی دیگر تکسیب و تقبه حامیان حکومت را در پی داشت. ادهی هم گفتن فوتوشاپ است. با تایید واقعی بودن عکس با انتشار عکس دیگر از همان روز و از زوایای مختلف واکنش نیروهای موسوم به ارزشی هم بالا گرفت و عکس را به تصویر بازار برد فروشان تشبیه کردند در ادامه این واکنش ها روز گذشته عکس دیگری در همان محل از گروهی دیگر از زنان منتشر شد این بار با چادر و هجاب برد قبول در جمهوری اسلامی واکنشی به ظاهر مردمی و مستخده. حالا انتشار این دو عکس در کنار هم سوژه داغی برای شبکه های اجتماعی و مخالفان و موافقان دو شده است. کارهای مانند انتشار عکس دوم جلوی سردر پنجاه تومانی دانشگاه این روزها به واکنش معمول نیروهای هوادار حاکمیت در برابر موضوعات مختلف بدل شده است. قبلا هم در واکنش به خبر اهدای 2000 ماسک از سوی کره جنوبی به بیمارستانی در ایران دانشجویان بسیجی به سفارت کره جنوبی رفتند و به کره ها ماسک اهدا کردند بیش از این و در ابتدای همهگیری کرونا هم بسیجیان به مردم آمریکا اقلام بهداشتی اهدا کرده بودند همین مهرماه سال جاری که در پی انتشار خبر جعلی کمبود سوخت در انگلستان در رسانه های اصولگرا که اصل خبر در واقع کمبود راننده برای انتقال بنزین بود بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق عکس های چند دانشجو را با گلون خالی بنزین منتشر کرد که گویی در حرکتی نمادین در حال اهدای سوخت به این کشور هستند در فعالیت های اخیر نیروهای موسوم به ارزشی از عکس های سردر دانشگاه تهران تا بردن گالون های سوخت خالی جلوی در سفارت بریتانیا و اهدای اقلام بهداشتی به کره جنوبی و آمریکا نوعی از واکنش و تلافی جویی مدنی دیده می شود. رفتاری که سابقه چندانی در نظام جمهوری اسلامی ندارد. نکته جالب توجه در واکنش های آنان که در ظاهر به مبارزات مدنی ناراضیان اجتماعی و سیاسی شباهت دارد این است که چنین کنشی برای حفظ ارزش هایی که آنان ادعای به خطر افتادن آن را دارند است چرا که این کنشگران در موضع قدرت قرار دارند و این حرکت اساساً هزینه و یا تهدیدی برایشان در پی ندارد حضور و استیلای آنان بر جامعه در همه جا از رسانه های جمعی گرفته تا بیلبوردها و برشنامه هایی که به ادارات بلغ می شود به رسمیت شناخته شده است با وجود این به نظر می رسد. ترس تسخیر خیابان توسط ناراضیان مدنی که جهتگیریشان با خط و ربط انقلابیون نمی خاند آنها را به چنین واکنش هایی واداشته است. بی توجه به اینکه این فضاهای عمومی میدان جولان و کنش بیقدرت شدگان است که همه ی عرصه های دیگر از آنان دریخ شده است و حضورشان در این فضا هم با سرکوب همراه است و همین عوامل موجب افزایش تأثیر گذاری کنش آنان می شود. خیابان انقلاب تهران طی سالهای اخیر به یکی از خطوط مقدم مبارزه علیه هجاب اجباری بدل شده است هرچند همیشه خیابانهای ایران صحنه کشمکش میان نیروهای گشت ارشاد و کسانی که هجاب مورد قبول حاکمیت را نمیپسندند بوده اما از دیماه 96 وقتی که ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب در تقاطع خیابان انقلاب و وسال شیرازی روسری خود را بر سر چوب کرد این حرکت نمادین وارد مرحله جدیدی شد و دقیقی تعیین کننده را از سر گذراند این حرکت ویدا موحد به بازداشت او و برخوردهای خشونت آمیز و گیر و بند دیگر دختران خیابان انقلاب منتهی شد در همان زمان هم باز نیروهای موسوم به ارزشی با مشاهده ضریب نفوذ این حرکت از فرم آن الگو برداری کردند و در اعتراض به دختران خیابان انقلاب عکسهای زنان با هجاب و یا روحانیونی که پرچم ایران را بر سر چوب کرده بودند منتشر شد چه در مقابل دختران خیابان انقلاب و چه در مورد اخیر مقابل دانشگاه تهران تلاش حاکمیت و نیروهای هوادارش برای ازان خودسازی این فرم از اظهار وجود و اعتراض تنها راه مواجهه آنان با مبارزه مدنی این زنان نبود. آنان در کنار حرکت نمادین همه ابزارهای دیگر خود از تهدید و تحقیر و ارعاب در خیابان و شبکه های اجتماعی گرفته تا توسل به قانونی که برخواست آنان منطبق است را هم به کار گرفتند. اما به نظر میرسد دفاع نمادین از ارزشی که قانون تمام قد پشتان ایستاده و اگر تهدیدی برای آن وجود دارد از سوی افکار عمومی و مردم ناراضی است اساسا این کار را بلا موضوع می کند. این شکل از واکنش نمادین از سوی نیروهای موسوم به ارزشی در سایر عرصه نیز دیده می شود. زمانی که ایران صادر کننده نفت و گاز به گفته وزیر بهداشت در آستانه مبدل شدن به وارد کننده این سوخت است بردن نمادین گالونهای خالی به در سفارت کشوری که دچار کمبود راننده برای انتقال سوخت است کار تبلیغاتی بی سمر است که نه تنها احساس غروری که مد نظر بود را به افکار عمومی نمیدهد بلکه به دستمایه شوخی و خنده بدل می شود. طی دو سال اخیر که ایران و جهان در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران کرونا است کشورهای زیادی از قطر گرفته تا چین ایتالیا و کره جنوبی به ایران واکسن ماسک و اقلام بهداشتی اهدا کردند تا تاباوری مردم ایران در برابر این پاندمی افزایش یابد به نظر می رسد مفهوم پروپاگاندا در کنش های نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی با مبارزه مدنی و حرکات نمادینی که به دلیل ذات اعتراضی ضد قدرت و ضد ساختار بودن خود نافذ و موثرند با هم اشتباه گرفته شده و منجر به کنش های بیمعنایی شدند که از توضیح خود نیز آجزند. این حرکات به خودی خود و به تنهایی شاید چندان ضرری نداشته باشد و یا اگر در وضعیت آرمانی جایگزین گشته ارشاد و آتش زدن سفارت ها شوند مثبت هم ارزیابی شود مشکل هم آنجاست که این حرکات نمادین بازوی تازه رسته پروپاگاندا در نظام جمهوری اسلامی است بازویی که تلاش می کند با گرفتن سر و شکلی مدنی در کنار بازوی سرکوب در جهت رسیدگی به هدفی مشابه تلاش کند حقوق ماهیانه 115 میلیون تومانی یکی از مدیران جهادی و انقلابی جمهوری اسلامی فیش حقوقی لورفته علی نقوی مدیرامل شرکت دولتی بورس انرژی نشان از این دارد که ماهانه بیش از 115 میلیون تومان حقوق دریافت می کند. این حقوق ها و فیش هایی که گاهی بیرون می آید تنها بخشی از چپاول است که در جمهوری اسلامی از جیب ایرانیان صورت می فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و برای نابودی این سرزمین است و تنها با سرنگونی رژیم ننگین ملاها از میان خواهد رفت. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.